دوستان عزیز، امروز طرز تهیه بورک گوشت داریم. بورک همونطور که میدونین یک غذای ترکیه که به شکل‌های مختلف هم میتونیم بپزیم. انواع و اقسام بورک ها رو داریم، بورک پنیری داریم، بورک های گوشت داریم. امروز طرز تهیه بورک گوشت داریم و بورک هم غذایی که تقریبا زود آماده میشه، هم میتونه به عنوان پیش غذا باشه یا کنار غذا میتونین سرو کنین، هم میتونه مناسب باشه واسه صبحانه یا دور همی های مثلا عصرانه، کلا چیزی که خیلی پر استفاده است و چون طرز تهیه خیلی سختی هم نداره، به نظرم خیلی خوبه که توی مهمونیاتون میتونین اینو درست بکنین. برای تهیه این بورک گوشت یه سری مواد داریم واسه داخل خود اون بورکه و یه سری مواد هم به عنوان سس داریم و روی خود بورک روماله. خب برای داخل خود بورک من یوفکایی که برای این بورک استفاده میکنیم یوفکای باقلواییه که نسبت به یوفکای معمولی نازکتره و ترتر میشه و پنیر هم هستش. حالا پنیر دل بخواهیه، من هم پنیر کاشار یا پنیر پیزا اگه دوست دارین میتونین استفاده کنین که من رنده کردم و میخوام استفاده بکنم، این اجبار نیستش، اگر دوست داشتین میتونین استفاده بکنین. 300 گرم تقریبا گوشت لازم داریم که حالا این میتونه بنا به ذائقه خودتون میتونین بیشتر بکنین. اگر که به عنوان غذای اصلی میخواین سرو بکنین گوشتش رو میتونین بیشتر بکنین. و فلفل داریم، فلفل قرمز و سبز داریم که فلفل تون نیستش، فلفل شیرینه. یک عدد فلفل سبز داشتم و یک عدد فلفل قرمز. پیاز داشتم که یه پیاز تقریبا بزرگ و کوچیک کردم، ریز کردم که اگر که پیاز متوسط دارید 2 تا پیاز استفاده بکنین. بعد برای حالا مواد سسش، من روغن دارم، روغن 200 به عنوان یه لیوان 200 میلی نیاز داریم. بعد نصف این مقدار آب و شیر نیاز داریم، یعنی یک استکان آب که همون 100 میله و یک استکان شیر 100 میلی داریم. بعد سرکه استفاده میکنیم، سرکه یک قاشق غذاخوری سرکه است که من داخلش یه مقداری حالا نمک هم ریختم، یه نصف قاشق چایخوری نمک هم ریختم. اینجا یه توضیح بدم، حالا برای انواع بورک میتونین چیزهای مختلف استفاده بکنین. سرکه باعث میشه که ترتر میکنه اون لایه های خود این بورکمونو. حالا بعضیا به جای سرکه سودا هم استفاده میکنن، یعنی انواع و اقسام داره. من حالا سرکه استفاده میکنم. و تخم مرغ لازم داریم که تخم مرغ و 2 عدد تخم مرغ لازم داریم که سفیده، این سفیدشه که به عنوان سسمون استفاده میکنیم، جدا کردم و زردش رو به عنوان رومال استفاده میکنم، یعنی روی همه این بورک ها میزنم برای اینکه میدونین که میره تو فری حالت طلایی میده و خوش رنگ میشه این بورکمون. بعد حالا کنجد داریم یا سیاه دونه، کنجد سیاه، هر کدوم از اینا میتونیم روش استفاده بکنیم. برای همین رو اگر که سسمون از همین سس هم استفاده میکنم، اگر که نمون زرده تخم مرغ و با آب قاطی میکنم و روی همه بورک ها میزنیم. و ادویه های دیگه هم احتیاج داریم برای این غذا. فلفل سیاه لازم داریم و پاپریکا و نمک و اینا که بنا به ذائقه خودتون و سلیقه خودتون استفاده میکنید توی این غذا. دوستان من توی مایتابم روغن ریختم و گوشت داخلش میذارم و میذارم که رنگش تغییر بکنه و بعد پیاز رو اضافه میکنم. من به گوشتم پیازم هم اضافه کردم و جوری با این کفگیر جوری میکنیم که کامل گوشتا باز بشن و میخوام که گوشت کامل پخته بشه، جوری جمع نباشن، گلوله نباشن که داخلش پخته نشه. این مرحله‌ای که گوشت کاملا پخته میشه. بعد ولی کاملا نمیخوایم خشک بشه که هیچ آبی هم نداشته باشه، میخوایم یه کمی آبدار برداریم از این مرحله. زیرش رو خاموش میکنیم، یه مقدار آبدار، ولی خب پخته هم باید باشه. من با روغن کم دارم اینا رو تف میدم، یعنی گوشت و پیاز و روغن کم استفاده کردم، چون توی خود سس هم دوباره روغن و اینا داره دیگه. بعد الان فلفلا رو اضافه میکنم. فلفلا ما فلفلای شیرینه، فلفلای تندی نیستش. بعد ادویه، آخرش هم ادویه رو اضافه میکنم که همچون که گفتم نمک و فلفل سیاه و پاپریکاه. و زیرش رو بعدش خاموش میکنم و میذارم تا سرد بشه. دوستان الان گوشت من کامل پخته شده، پیازم هم سبک شده. اگر که شما دوست ندارید اصلا پیاز زیر دندونتون بیاد، میتونید خیلی از من ریزتر خورد بکنید. بعد الان موقع اضافه کردن ادویه هامه و بعدش هم زیرش رو خاموش میکنم. نمک اضافه میکنم و فلفل سیاه و یه مقداری هم فلفل قرمز و هم میزنم و زیرش رو خاموش میکنم، میذارم تا سرد بشه. خب دوستان الان برای درست کردن سسم سفیده تخم مرغ رو میریزم توی ظرف. روغن، آب شیر و همه رو با هم مخلوط میکنم. سرکه و نمکمون هم اضافه میکنیم. سرکه 1 قاشق غذا خوری بود، نمک هم نصف قاشق چای خوری. نسبت هم که قبلا گفتم دیگه، روغن 2 برابر شیر و آب. برمون هم میذاریم گرم بشه، دمای 180 درجه. بعد میریم سر رول کردن بوریک ها. دوستان من 3 تا از این یوفکا های باقلوایی رو روی هم گذاشتم، همچون که میبینید خیلی نازکه، یعنی خیلی باید حواستون باشه که همه جا رو سس بریزم. و فرچه روی کل این یوفکا ها سس آغشته میکنم. خیلی مهمه که همه جاش سس داشته باشه و کم نیاریم، کم نریزیم، دست و دل باز باشین توی این سس ریختن. بهتره که زیرش یه پارچه چیزی بذاریم که همون اگه سس ریخت دیگه خود پارچه جذب بکنه، این بورک ها نچسبن به میز. کامل آغشته است. دوستان یه مدل دیگه هم میخواستم برای شما بورکو بتونید نشون بدم. همینجوری که لوله کردی کامل رول کرده، یه مدل دیگه هم اینه که حالا یه ذره شکل گل و اینا در میاد. اینجوری به این صورت. بعد اینو میریم میذارین تو استفاده کردم برای 1 2 3 4 5 برای 6 تا بورک شد. اگر که میخوان کامل سینیتون رو اضافه یعنی کامل پر بکنم، ببینید الان من کامل پر نشده هنوز سینی، یعنی از اون اول مقدار گوشتتون و موادتون رو بیشتر بریزید. سس نه، سس اندازه کافیه، حتی برای روشم میتونم از سس اضافه استفاده بکنم، ولی مواد داخلش اگر که خیلی کم ملات بخواید نذارین، اگه بخوام پر بکنید بیشتر از این در نظر بگیرید. خب من دوباره میام اینو سس برای روشم سس میدم و در آخرم کامل سس میپوشونم همه روشو و یکمی از زرده تخم مرغ بزنم که طلایی بشه و چیز کنجد یا سیاه دونه. و یه ذرم زرده که رنگ طلایی بده. زردتون رو با یک مقداری آب رقیقش میکنید. اگر که سستون هم اضافه نیومد میتونین که فقط زرده بزنید، احتیاجی نیستش که سس دوباره اضافه درست بکنید. اگه سستون اضافه نیومد، زرده رو با 5 قاشق آب رقیق میکنیم، ولی من الان چون سسم اضافه اومده بود خیلی رقیقش نکردم، چون اونجوری دیگه مقدار آبش خیلی زیاد میشه. به این صورت بعد روشو کنجد میریزم یا سیاه دونه. فرم که گذاشتم گرم شده، دمای 180 درجه 30 تا 40 دقیقه وسط فرم میذارین تا بپزه و کامل طلایی بشه روش. الان تقریبا 40 دقیقه، بین 30 تا 40 دقیقه، برای من نزدیک 38 دقیقه تو فرم بوده. الان کاملا پخته است، این روشم طلایی شده. دست میخوام بیاریم بیرون. این بورک الان آماده است. با چاقو تقسیم میکنیم، مربع تقسیم میکنیم، بهتون دوباره نشون میدم. دقیقا مشخصه که چقدر برشته و ترد شده. آره ماما این بورک نه قشنگ صداش مشخصه، چقدر ترد و لذیذه بورک.